عشق چشمام نم نم رو دوشم خول باری از غم میبینم هر کیا این روزا داره آماده میشه کم کم لبیک یا ابا عبدالله با نام یاد خداوند متعال بینندگان عزیز ارجمند سلام خوش آمدید به یکی دیگر از ویژه برنامه های شبکه تلویزیونی استقلال تسلیت عرض میکنم فر رسیدن ایام اربعین حسینی را خدمت تک تک شما گرامیان بیننده و امیدوارم که خداوند متعال ما را از جمع عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام قرار بده و ما بتانیم شکر این نعمت را که از مریدان و رهروان امام حسین علیه السلام هستیم به جا بیاوریم. در خدمت شما عزیزان هستیم در ویژه برنامه ای که آماده شده و قرار هست در این برنامه صحبت بکنیم در رابطه با حادثه اربعین و ماهیت این حادثه و از جانبی هم این حماسه پرشوری که در حال شکل گیری هست و هر سال بر شور و شعور او افزوده میشه قطعا بحث زیبایی خواهد بود و شما دعوت میکنم که تا آخر بیننده این برنامه باشید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد رضازاده هستیم و قرار هست که پیرامون موضوعی که مطرح کردم صحبت بکنیم. استاد سلام به شما، تسلیت عرض میکنم این ایام را خدمت شما و ممنونم که به برنامه آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما و همین بینندگان عزیز رادیو تلویزیون استقلال و این ایام سوگواری اربعین که با عظمت‌ترین روزی در تاریخ عاشورا هست و در ماه صفر خدمت همه عزیزان و دوستان اربعین تسلیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال آنچه که انجام وظیفه در این امر هست و در این راهپیمایی مهم بتوانیم انشاءالله انجام وظیفه کنیم. سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. خب میرسیم به مسئله اربعین. استاد، چیزی که مطرح کردم در اول برنامه اهمیت داره، پرداختن به این مسئله، پرداختن علمی و منطقی که بفهمیم اربعین چه هست. ما در رابطه با ماهیت اربعین صحبت هایی رو شنیدیم، بسیاری ها در پای منبرها شنیدن که بله در 40مین روز از بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اهل بیت امام حسین رسیدن به کربلا و او حادثه رخ داد. در رابطه با جابر شنیدیم، در رابطه با عطیه شنیدیم در این مسیر و آمدن اونها و زیارت اربعینی که انجام دادن. اما این زیارت اربعین یک مسئله بسیار بسیار مهمی جلوه داده شده در درون جامعه و هست به نحوی که همه مردم، بزرگترین تجمع بشری را ما در طول تاریخ بشر در روی زمین، در روی کره زمین میبینیم. این خودش یک مسئله، در کنار این که در بین رنکینگ های جهانی میتونه در صدر قرار بگیره، یک مسئله فکر میکنم اعتقادی و عقیدتی و ایدئولوژیک هست که باعث میشه که این تجمع شکل بگیره. میخوایم در رابطه با ماهیت اربعین صحبت بکنید. اربعین چه هست؟ به چه دلیل ما 40مین روز از شهادت امام حسین علیه السلام را بعد از 1400 سال هنوز هم تجلیل میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر صورت که ماهیت اربعین یک بخش اعظم و نتیجی است از یک حادثه کلی که بحث عاشورا باشه و هر مقداری که محتوا و حقیقت عاشورا و قیام سید شهدا تبیین شده باشه و بیان شده باشه قطعا اون نقطه اوجش هم که بحث اربعین هسته دقیقا مشخص میشه. خب اربعین عدد 40 میگم، در 40مین روزی که بعد از یک حادثه تاریخی در سال 61 هجری اتفاق افتاد، روز عاشورا بیش از 72 تن از یاران امام حسین به شهادت رسیدند. بخش قیام و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی در یک روز یا کمتر از یک روز به اتمام رسید، ولی بخش دومی که بخش پیام رسانی باشه یا به اصطلاح امروز جهاد تبیین باشه با عده بیش از 100 نفر اسیر، دختر، زن، پسر که اینا حادثه دیدن در یک مسیر به صورت راهپیمایی اینا حرکت میکنن از خود کربلا و در مسیر کوفه و در مسیر شام که نهایتاً بنابر قولی در ظرف 40 روز 2 مرتبه به کربلا برمیگردن و بنابر قولی بعد از گذشت 1 سال. ولی اون چیزی که به هر حال مسلمه که این 40 روز قدر مسلمه که اینا به کربلا برگشتن. خب ما میخوایم بگیم که در بخش جهاد تبیین که کوچیک ها، پسرها، دخترها، اسیری مثل امام سجاد، امام باقر علیه السلام، هر آن چی که اینا ظلم و ستم از جبهه نفاق و استکبار در طول مدت یک روز در عاشورا دیدم، فرصت ساز شدن
که در همون مسیری که دشمن جنش گرفته و میخواد به عنوان اسیر به نیروهای شکست خورده اینار معرفی بکنه، او اینها تونستن فرصت حرکت دشمن رو، یعنی حرف اول رسانه رو بزنن، بسوزانن و فرصت ایجاد بکنن که به همه اعلان بکنن که او چیزی که بر ما صورت گرفته ظلم بوده، ستمی بوده و ما خوارج نیستیم و ما از خاندان پیامبره. در ایجاد تبیین بسیار نقش موثره. یعنی اگر امروز رسانه ها خواسته باشن بشکافن عمق رسانه و رسانه نوین و رسانه ایدئال رو، بعد نگاه بکنن که یک تعداد اسیر ظرف 40 روز چگونه نهایتا تونستن از خون و موزی خود دفاع بکنن و در نتیجه پیروزی برسن. به عبارت میگم اربعین روز پیروزی جبهه حسینی علیه جبهه یزیدی، به حدی که یزید در مقابل اهل بیت تسلیم شد و اجازه داد که بیاین به کربلا و اجازه داد که در شام عزاداری کنن و اجازه داد که در کربلا اینا عزاداری بکنن. چی حرکتی بوده که در مدت 40 روز، چی جهاد تبیینی بوده کوچیک ها و بزرگا که در این مسیری که اینها به عنوان خوارج بودن تونستن خود خود به حق معرفی کنن و یک استکباری که با هم ظلم کرده اینا رو به عنوان باطن معرفی بکنن به پیروزی برسن. پس اگر ما خواسته باشیم در قیام سید الشهدا روز پیروزی نهایی نشون بدیم، بعد در روز اربعین نشون بدیم، روزی که یزید تسلیم شد و همه چیز رو به اختیار پس و چیزی که به غارت برده بود داده شد و در مقابل اهل بیت تسلیم شد، این عظمت و این تاریخ. حالا ممکنه سوال بشه چرا پیرامون انبیاء دیگر اتفاق نفته؟ دقیقاً بله، چرا پیرامون ائمه دیگر اتفاق نفته؟ که ما میخوایم بگیم که اصلا بحث قیام سید الشهدا یک بحث استثنائیه، نهضتی که در سال 61 هجری ایجاد شده یک نهضت استثنائیه، پس اربعینش هم استثنائیه، جاده تبیینش هم استثنائیه، جنگ نابرابری که اقلیت با کیفیت بودن در مقابل 30,000 جمعیت اینجا اتفاق افتاده. شما اگر در آموزهای دینی پیروزی خون بر شمشیر پیدا کنید، بعد در نهضت ابی عبدالله پیدا بکنید. یعنی من میخوام بگم یکی از پیام‌های رسایی که در اربعین اتفاق افتاد به همه ملت‌های مسلمان و مؤمن پیام رسانید که شما اقلیت باشید، با کیفیت باشید، با حقیقت باشید، نهایتاً شما پیروزید. شما امروز نامی از یزید کجا میبینید؟ نامی از طرفداران یزید شما در کجا میبینید؟ این روز خیلی با عظمت، اما چی راه پیمه بوده؟ با همه اخشار مختلف، با همه اخشاری که مستضعف بودن، ظلم دیده بودن، شماتت میشدن، با غل زنجیر بودن در اسارت، اما هیچ وقت از اهداف خود دست نمیگذاشتن. بهترین فرصت ها ایجاد کردن، تبیین کردن، دشمن مفتزه کردن، که حتی شما در تاریخ دیدیم دیگه، گاه بیگاه برحال یک روحانی درباره وقتی که به نفع یزید سخنرانی میکرد، وجود ناظرین امام سجاد، میدون این منبر بر سانر به دست میگرفت، چهره به چهره با بلند میشد، از موضوع خودش دفاع میکرد و مردم گریه میکردن، هیهو میکردن، لعنت بر یزید میگفتن، که سرانجام این چنین پیروزی به وجود آمد. خب لذا چون حادثه کربلا یک امر استثنایی است و 40 روز اتفاق افتاده که اسرای پیروزمندانه برگشت کردن به عراق و کربلا و یک بار دیگر بازماندگان آمدن با این شهدا بیعت کردن و روز زیارتی مخصوص از اونجی محسوب شده، لذا این کار استثناء بوده و در این جهت بسیار بسیار استثنائیه که در هیچ کجای جهان وجود نداره. شما امروز نگاه کنید در کشورهای غربی، برای یک تجمع یک امر سیاسی انتخاباتی میلیاردها دلار خارج میکنن. به این تناسب شما راهپیمایی ندارید. ما بزرگترین تجمع جانستان در حج، مجموعه ایام حج واجب و فرضی که مسلمانان جان دارن، به تناسب یک دهم جمعیت کربلایه، یک دهم جمعیت راهپیماییه. بزرگترین تجمع اونجایه. چی ظرفیت سازی شده، چی مدیریتی در این راهپیمایی هست در این مسیر که بعضی وقتا از شهرهای 500 کیلومتر پیاده میان به طرف کربلا از مناطق ناصریه، بعضی از مناطق عراق. شما از اقصا نقاط میبینید. الان این راهپیمایی هم که شما میبینید، این چند میلیونی که هستن، اینا به نظر من هنوز زائر اصلی وارد نشده. اینها یک مجموعه پرسنل هستن که لوجستیکن، اینا میرن لوجستیک این مسیر رو درست بکنن. این مسیری که این زمین کربلایی که این همه حجم جمعیت در خودش جا میده، این مردمی که امام حسین از اینا خواسته که این سرزمین کربلا به اختیار شما هست و شما فقط به زائر در اربعین پذیرایی بکنیم
و این خاک خاک است که مربوط به سید الشهدا و زینو میده که خریداری شده و در اونجا اتراق کردن و در اونجا مبارزه کردن و در اونجا به شهادت رسیدن. فقط یک چیز از او مجاورین خواسته که از این زائرینی که در اروین هستن پذیری کن. لذا اینقدی اربعین بر ما ارزش هست که از زبان ائمه علیه السلام آمده که یکی از علایم مؤمن خواندن زیارت اربعینه. در بحث اربعین اولا ما نگاه باید بکنیم که این روز همینجا شما گفتیم به عظمت متاسفانه دشمنان اسلام در قسمت بحث عاشورا و اربعین خیلی از حقیقت رو پوشاندن. بله. خیلی از ما مسلمانان مؤمن نتونستیم مسائل عاشورا و نهضت و اربعین رو مطرح کنیم. بیشتر آمدیم مصائب رو مطرح کردیم. بیشتر جنبه عاطفی رو مطرح کردیم. لذا اگر به این مسائل کربلا دقیق بررسی بشه و نتیجه کار در اربعین که روز پیروزی اهل بیت بوده این ترسیم درست بشه و الان عراق پیمه چی هدف داره چی میلیون جمعیتی که هستن انشاءالله در بخشهای بعدی خواهیم گفت که قطعا میتونه مؤثر باشه و یک آغاز حرکت عراق پیمه. هنوز زائر وجود نداره، هنوز از آفریقا نیامدن، هنوز از آمریکا نیامدن، هنوز از کشور آسیای میانه نیامدن، هنوز از کشور هندوستان نیامدن. یعنی در این بخش هنوز بحث اربعین چند سال است که ابتدای امریکا مطرح شده. این یک امر بسیار جهانیه. ما یکی از نقاطی که احساس میکنیم به اسط ظهور اتفاق ماهی بفته یکی از علائمش همین بحث راهپیمایی که انشالله بیشتر تر بله. اما یک سری مسائل دیگه هم هست به نحوی شبهه شده در ذهن مردم، مخصوصا توی زمان امروز و با دیدگاهی که در درون جامعه بشری شکل گرفته، مخصوصا در جامعه اسلامی متاسفانه اگر به نام روشن فکر یک سری از شبهات را وارد میکنن در درون جامعه که گاهن باعث این میشه که بسیار از اعتقادات زیر پا بشه. مسئله سیاسی شدن هست، میگن این یک حرکت سیاسی وجود داره از طریق بعضی از کشورها که باعث این بشه که خودشان را قدرت برتر نشان بدن و یا هم از این مسیر درآمدهای اقتصادی داشته باشن. فکر میکنید چقدر این حرکت میتونه به نفع یک کشور باشه یا به نفع یکی دو کشور یا سه کشور باشه؟ از صحت که منشه ممکنه این ذهنیت ای باشه که هنوزی کسانی که شبهات را مطرح میکنن مفاهیم راهپیمایی دقیقا نمیدانن، فلسفی وجودی اربعین رو دقیقا نمیدانن، محتوای حقیقی عاشورا و اهداف عاشورا نمیدانن، به عبارت دیگر مسائل این نهضت رو اطلاع ندارن، لذا این چنین قضاوت میکنن. من میخوام عرض کنم خدمت شما که بحث راهپیمایی اربعین تعلق به یک کشور خاص نداره. یک کشور میزبانه و کشورهایی که هم مرز با هم زیدخلن که در اون راستا باید چیکار بکنم در این امر انسانی، در این امر ارزشی بتونم این مردم رو تبلیغ کنم. اولا اون کسانی که مطرح میکنم احساسشون اینه که بحث اربعین این سالهای اخیر مطرح شده. نه خیر، شما در تاریخ اگر نگاه بکنید بحث اربعین یک بحث بسیار دوام داره بوده، منتها با این عظمت نبوده. بله. با این آگاهی نبوده و با این جمعیت نبوده. اصلا من میخوام بگم که سیری علمای تشیع و مجتهدین و مراجع و مؤمنینی که در جهان اسلام بودن بعد از سال 61 هجری اصلا بس زیارت اربعین و راهپیمایی جزء مسائل اعتقادی بوده. بله، اگر این منشأش ابتدا پیدا میشد میگفتم ممکن منشأ اقتصادی داره، ممکن منشأ سیاسی داشته باشه. پس چیزی که مبنایش اعتقادی بوده بر اصل همچنان باقیه، منتها الان عظمت بیشتری پیدا میکنه. خب یک بار است که ما سیاسی چی میخوایم معنا کنیم، یک بار است که سیاسی گری میخوایم معنا بکنیم، یک بار است که سیاسی در عین دینه. بله. ما شما نمیتونیم حادثه کربلا ما یک حادثه غیر سیاسی مطرح بکنیم. بطمئن. صرف دقیقا نمیتونیم اربعین یک قضیه غیر سیاسی، ما میخوایم بگیم سیاستی که عین دین است، نه سیاستی که معنی که خواهر و مادر نداره. بله. او چیزی که دروغ است. اگر اون سیاست اصیل معنا کنیم بله یک امر سیاسی است، اما او کسی که رقم میزنه مردمن، او کسی که رقم میزنه جوانهایم، او کسی که رقم میزنه این راهپیمایی ایر و ابعاد سیاسی رو مطرح میکنه او مجموعه دلباختگانه. میبینیم از اسپانیا دختران جوان سالیان سال اینها بودجه خود جمع میکنن تا بتونم در این راهپیمایی چیکار بکنم، شرکت بکنم. چی بسا این عظمته که اگر واقعا رسانه های غرب و متاسفانه نظام رسانه غرب اگر اینها پخش بکنن، اگر این واقعیت ها رو پخش بکنن میفهمن عظمت عاشورا برخواسته از عظمت پیامبر اکرمه، برخواسته از عظمت علی ابن ابی طالبه، برخواسته از صحابه پیامبره که اونا چی آفریدن و چی کار کردن
به حسین ابن علی چگونه موجب شد که بقا پیدا بکنه هر آنچه که آقا پیامبر اکرم زحمت کردن در طول 23 سال. به نظر من اشکالات واردی نیست در زمان وارده که این منشأش و آغاز راه پیمایی از الان باشه، در حالی که سابقه خیلی زیادتری داره. به یک عنوان امر اعتقادی مطرح در لابلای کلامتان هم گفتید، فکر میکنم بیشتر اگر راجع به این مسئله بشنیم بهتره، این که چرا در سالهای اخیر بیشتر توسعه پیدا کرده و مردم بیشتر میرن. یک بخشش فکر میکنم آگاهی گفتید، مسائل دیگه ای هم اگر داخل هست. نگاه کنید، ما به هیچ پیمان هر چیزی که هر مقداری که حقیقت وجود یک شایی داشته باشه، ابعاد گسترش و نفوذ و معرفی از این به مراتب زیادتره. من میخوام بگم که همون طوری که هر سال شما مسائل محرم و سفر میبینیم که به تعبیر عزت ما محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته و موجب احیاء اسلام شده، هر سال ما عاشورا محرم در همه جان گسترش بیشتر میتونم به طبع عربین هم این چینینه. پس برگشت اربعین یک افق پیروزی که برگشت به خدا عاشورا داره و به هر مقداری که قیام الهی بیده خدای متعال او بروز داده و روشن کرده به این منات. لذا در خطبه های حضور ناظرین حضرت زینب سلام الله علیها است که در مجلس یزید گفت شما میخواهید که ما نام را خاموش کنید، خود ایشان اشاره دارن نام ما هرگز خاموش شدنی نیست و الان به همین قسمت اشاره داره. این فاز حقیقت خیلی انقلاب شده، انقلاب اکتبر در فرانسه، در روسیه، در خیلی از کشورها دیگه بله. اما چرا به بقا نمانده؟ چرا به ارزش نمانده؟ به هر مقدار که هر چه حقیقت لازم داشته باشه او حقیقت مثل یک خورشیدیه که بخوایم یا نخواهیم به همه جا میتابه. نهضت ابی عبدالله هم همانند یک خورشیدی که هم بر جان میتابه و هم بر تن. تن همه میبینه ولی این جانی که امروز در همه جهان میبینی که به طرف راهپیمای اربعین مشتاقانه حاضرن بله. پول بدن، حاضرن زحمت بکشن. شما اطلاع دارید که در ایام بوده که خیلی از مستکبرین که در عراق مسلط بودن و در بعض از کشورها ممنوع کرده بودن رفتن به زیارت اربعین بله. دست بریدن، میگفتم هر کس بره به دست شوریده بشه. اگر مبانی اعتقادی و اعتقادات حقیقی امام حسین علیه السلام برای مردم حسین نبود، الان همین خود قبر حضرت حسین بن علی علیه السلام یک بار دو بار این را با آب تخریب کردن بله. اما این پیمانه که حق باقی میمانه، این بین الحرمین یک بین الحرمینی است که واقعا این حاکی از حقیقت. پس این حقیقت همانند یک خورشیدی که میتابه، چی بخواهیم ما چی نخواهیم بله. این تابش همگانی است بله. ممنونم از شما استاد، برمیگردیم و ادامه خواهیم داد. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه ما هستید، در ادامه با شما خواهیم بود. بریم یک بخش را ببینیم و برگردیم. آرزویم قلب گیرم
اربعین کربلا من بمیرم، اربعین کربلا من بمیرم، مرغ جانم در هوای کربلایت برگشوده، ذات حق بر لوح قلبم یا حسن را حک نمودن، آن ذریح دل رو باید عقل و از هوشم رو بوده، دوست دارم ای امیرم اربعین کربلا من بمیرم، آرزویم در بگیرم اربعین کربلا من بمیرم، اربعین کربلا من بمیرم، از تولد عشقت آقا شد از این با جانم ناله ها و گریه های مادرم کرد نوه خانم، از تو خواهم جان زهرا، از در عشقت مرانم بر در تو سر بزیرم، اربعین کربلا من بمیرم، آرزویم در بگیرم اربعین کربلا من بمیرم، اربعین کربلا من بمیرم، بهترین ساعت عمرم لحظه ها گاه قلب زارم، ساقی آب آوری شد پادشاه بی نظیرم، اربعین کربلا من بمیرم، آرزویم در بگیرم اربعین کربلا من بمیرم، اربعین کربلا من بمیرم، آرزویم در بگیرم اربعین کربلا من بمیرم، اربعین کربلا من بمیرم، آرزویم به ادامه برنامه خوش آمدید عزیزان بیننده، ممنون و متشکرم که بیننده ما هستید. مجددا تسلیت عرض میکنم پر رسیدن ایام اربعین حسینی را خدمت تک تک شما گرامیان بیننده. استاد عزیز، صحبت کردیم پیرامون اربعین، ماهیتش را صحبت کردیم و این که چقدر لازم بوده که برن پیشینش صحبت شد و یکی دو شبهه‌ای هم که وارد شده بود نسبت به دیدگاه‌های سیاسی اقتصادی که در این باره وجود داشت هم پاسخ داده شد. اما ما گفتیم بزرگترین تجمع بشری را می‌بینیم،
حدود 25 میلیون 30 میلیون نفر میرن به سمت یک کشور جنگ زده مثل عراق که اقتصاد پایداری نداره، سیاست و نظام باثباتی نداره. همه اینها ولی معجزه‌وار از 30 میلیون زائر امام حسین داره پذیرایی میکنه. این یک بخش هست، در این بخش قطعا بحث هست و صحبت خواهیم کرد. اما چگونه هست، با چه هدفی 30 میلیون نفر در یک روز در روز اربعین وارد کربلا میشن به خاطر زیارت، هدف چه هست؟ این افراد میتونن در ایام سال بیان، نوبت نوبت بیان، 1000 نفر، 500 نفر، 400 نفر، طوری که در اماکن مقدس دیگر داریم چه این حالتی ره. چرا در روز اربعین این گونه خیلی از جمعیت در یک زمان مشخص، در یک مکان مشخص، تحت یک لوای مشخص حرکت میکنن؟ قطعا هدفشان هم مشخص هست. این هدف چه هست؟ اصلا یک مقدمی بحث داره برای از اینکه به جواب برسین. 4 حادثه با عنوان تجلیگاه با عظمت که مظهر ارزش ها بوده در جان اسلام اتفاق افتاد. یکی بحث بعثت بوده، یکی بحث قدیر بوده، یکی بحث عاشورا بوده، یک بحث هم در پیش داریم که ظهور حضرت مهدی به انقلاب جنی حضرت مهدی خواهد بود. ثمره بعثت به وجود آمدن قرآن بود، کتاب زندگی انسان ساز. ثمره قدیر نهج البلاغه بود. اما ثمره عاشورایی که میخواییم اینجا مطرح بکنیم، حاصل عاشورا تداوم حیات خود قرآن، خود نهج البلاغه، خود سیف سجدی و هر آنچه که صحابه متقین و هر آنچه که ائمه طاهرین به ارزش ها کار کردن، این نقطه عطف و ثمره حرکت عاشورایی. خب اگه به ثمره دقت بکنین، حالا بفرماییم که عاشورا یک نقطه اتصاله به اسد قدیر به ظهوره. ما میگیم لبیک یا حسین، ولی در مسیر راهپیمایی که شرکت میکنیم در کنار لبیک یا حسین میگیم لبیک یا مهدی. ای پیام داره اللهم عجل ولیک الفرج، یا اللهم عجل ولیک الفرج. چرا میگیم؟ به واسطه ای که عاشورا نقطه اتصاله به عزت و قدیر به قیام جانی حضرت مهدی. حالا ای که این بحث راه پیمایی نمادی از یک حرکتی که مردم آمده میشن، میرن در کنار یک قبر مطهر شیشگوشی به نام سید الشهدا که مظهر عدالت بوده و ایشان میخواسته بشر امروزی و بشر دیروزی و بشر عصر خودشه و بشر آینده هاش از جهالت از بین ببره، که در زیارت عاشورا داره که ایشان خونش فدا کرده برای نجات بشریت از جهالت و از تشکیک و حیرت. یعنی انسانی که در این مسیر هسته باید مسیر الهی باشه، در حیرت نباشه، در زلالت نباشه، در تاریکی نباشه. گفتن آقا سید الشهدا او را آخرین لحظات پیشانی رو خاک گذاشت، گریه میکرد. گفتم گریهش برای چی بوده؟ گفتم گریه برای بشر بوده که بشر قدر از اون ندانسته، که این رفکن خاموش کرد. گریه حسرت برای نسل بعدی بوده، همین نسلی که امروز ما هست، همین نسلی که امروز در کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی، همه به همه هستن. بله، همه جهان اسلام با قاطعیت میتونم بگم که مدیون حرکت عاشورایان. چون اگر عاشورا بود چون حسین بود، حسین بود چون عاشورا بود، عاشورا بود که اسلام باقی ماند، اسلام باقی ماند که امروز تمدن اسلامی باقیه. هیچ کسی از مسلمان در جان نیست که امروز مدیون حرکت سید الشهدا نباشه. خب وقتی که این چنین میشه، ببینیم اهل سنت عزیز در کنار اهل تشیع، حتی اونایی که ارامنه‌ان، اونایی که اعتقاد دارن به نهضت ابی عبدالله که یک حرکت نهضت بی‌نظیر بوده، سعی میکنم که در همون روز حضور پیدا کنم. این راهپیمایی پیام‌های متعددی داره با لبیک خودش. امروز نگاه کنید، جامعه کاملا اتحاد جماهیر شوروی پاشید. بله، الان غرب هم در حال پاشیدنه. بله، اسرائیل در حال پاشیدنه. دیگه کجای که یک مظهر عدالت باشه؟ و او چیزی که در حاصل ظهور حضرت مهدی است، گسترش عدالت در همه جهان. راه پیمایی که امروز به حضور این همه جمعیت 20 میلیون 25 میلیون پیدا میکنه، یعنی میخوان بگن که ما تشنه عدالتیم. در این راه پیمایی به کنار کسی میخوایم بریم که او میخواسته عدالت در بشر ایجاد بکنه،
و با شعار یا مهدی گفتن میخوان این نظام آینده رقم بزنن که آماده باشن که این مردم با یک شخصیت بیعت بکنن که از جنس پیامبر و ملت محرومی از تمام کشورها بیان که روحی آزادی و امنیت و رفاه در کشورها ندیدن، منتظر آخرین ظهورم و منتظر شخصیتی هستم کوبی عدالت را. به نظر من نقطه اوجی که در این حرکت هست اینه که میخواد ما رو وصل بکنه دست ما با دست انقلاب جانی حضرت مهدی علیه السلام که ایشان هم دنبال گسترش چی؟ عدالت. پس مردم خواهان عدالت هستند، مردم خواهان معیشت هستند، مردم خواهان یک زندگی هستند که در هر کجا زندگی میکنم گستره عدالت در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در همه حوزه، در حوزه امور اجتماعی، در حوزه قضایی همه اجرا بشه. خب لذایی بشری که تشنه ای گسترش هست باید در یک جای خودش نشون بده او در کجای درم اینچه. و روز اربعین یک روز خاصه، در سال یک بار اتفاق میفته که و او حواد اون اسرایی هم که از کربلا پیروزمندانه برگشت کردن فقط در روز اربعین بوده و الا خیلی ها میرن با امام حسین علیه السلام، خیلی به زیارت از سید الشهدا میرن در ماهای دیگر در غیر از اربعین، اما این روز روز استثنائیه، این روز مانور اسلامه، این روز مانور حسینی در مقابل یزیدیان، این روز مانوری هست که مردم منتظرم که انشالله این گستره حکومت جانی حضرت مهدی اتفاق بفته که و ببینم او عدالت و حاکمیت که در او چه باشه، عدالت همه جانب باشه. لذا ای با ای دیده نگاه کنین که مستضعف‌ترین افرادی که در اونجا هستن در طول سال چیزی رو خرج میکنم، چیزی که در زندگی دارم جمع میکنم تا به روز عاشورا رو خرج کنم، او کسی که میزبان است، او کسی که مهماندار است روز اربعین، این کسی هم که مهمانه در طول سال این بودجه جمع میکنه که بتونه از این چیکار بکنه، استفاده بکنه. پس این عشق، این عشقی که به عدالت بشه و گسترش بشه. لذا این حادثه در این روز اتفاق میفته که و عظمت هم خاصشه و مردم میخوایم از این قسمت برسن به عدالت گستر حقیقی که منتظر از او هستن. از الان این مردم برای خود نشون میدن و به دیگران نشون میدن و قطعا غربی ها و کشور اروپایی هم در این قسمت اینها قطعا تحلیلی از این قسمت ها باید داشته باشن، از این بزیاد داشته باشن در کجای عالم این چنین اتفاقی میفته که با این جمعیت خودنا مشتاقنم. تا میگن اربعین مثل میشه کت، همه میرزن بیرون، همه متوجه و عظمت میشن. لذا یک ویژگی خاصیه که هم جنبه عقیدی داره، الهی داره، ارزشی داره. واقعا سازمان مدیریت کدوم مدیریت جانی که بتونه انجام بده؟ در چند سال قبل یاد شما مدیریت بشر نیست، در چند سال قبل شما یاد شما هست که یعنی واقعا یک مدیریت کامل در منا صورت نگرفت، یک حوادث ایجاد شد، تعدادی از دنیا رفتن اگر چون باشه. بله حادثه رخ داد، حوادث خیلی متعدد. این میخوام بگم یک معجزه الهی، همون طوری که در عصر پیامبر یک غذای پخت میکردن ببخشین بیش از حد مایه خیر و برکت بود چون حرکتشون به حق بود و همه میخوردن و سیر میشدن و واقعا تعجب میکردن. این میخوام بگم که در کنار از این که اعتقاد به کاره یک امر بسیار بسیار اعتقادیه که با لطف و عنایت الهیه و بشر رو آمده میکنه برای یک مدیریت جهانی. بله این مدیریت جهانی که شما گفتید فکر میکنم یکی از عوامل همی کمی اواخر هم نفوس بیشتر شده برای رفتن به اربعین خودش بیانگر همین مسئله باشه. لابلای کلام شما بود اینکه ظلم و جور زیاد شده، اینکه بسیاری از مردم خواهان عدالت هستند و مردم به این آگاهی و بینش رسیدن که باید به جایگاهی برسن که او منجی آخر، او منجی که فکر میکنن حقیقتا هست و میاد و جامعه رو پر از عدل و داد میکنه رو بخون. این یک بخش قضیه هست. قطعا یک سری از دستگاه های دیگه هست که خلاف این مسئله هم داره کار میکنه، ممکن از این فضا بخواد سوء استفاده هایی بکنه. آیا چنین حالتی را داشتیم نداریم و اینکه مردم چقدر به این حالتی که فکر صحبت میشه، ما الان مثلا نسبت به پیشگویی های آخر زمان داریم اینکه امام زمان نیاز به 313 تا یار داره، یک شبهه‌ای که وارد میشه نسبت به حادثه اربعین همین مسئله هست. میگن حدود 30 میلیون نفر وارد یک جایی میشن اما 313 نفر پای کار امام زمان نیستن. چگونه هست که مردم خواهان عدالت هستند؟ جوامع بشری خواهان عدالت هست و فرد عدالت گستر را هم شناختن و مسیرش را هم پیدا کردن، اما تا حال نتونستن که به این مهم دست پیدا کنن. از سبب او تعبیری که 313 نفر هست، اونها یک شخصیت های حقیقی هستند که بخشی از جهان را باید مدیریت بکنن، افراد عدی نیستن،
و امروز شما نگاه کنید گردانندگی جهان اسلام و کشورهای اسلامی در این سیطری که ما الان هستیم نگاه کنید با چه نوع مدیریت صورت میگیره، چی کسانی میتونن مدیریت بکنن. وقتی که بس 13 نفر میگن اینا خواصی هستن که از بین توده هایی که الان راه میافتن که با مانور و با شعار خودتونشون میدن، باید از درون از اون نیرو چکار بشه؟ باید ساخته بشه. اون نیرو یعنی کسانی که مدیرانی که بخش از جهان هر وجود نازنین حضرت مهدی علیه السلام وقتی که ظهور میکنن، اولین ورودشون در مکه در عربستان سعودیه. بله. چقدر جامعه فعلی عربستان سعودی آمدگی پذیری از حضرت مهدی داره، چقدر بحث مهدویت و وجود نازنین حضرت مهدی علیه السلام بر مردم عربستان تبیین شده، چقدر از مردم هند فعلی، چقدر از مردم چین فعلی، چقدر از مردم جانستان با این گسترش و با این عدالت گستر، با این گسترش مردمی راپیمه و با این عدالت گستر آشنایی دارن. نگاه کنید یک جامعه زمان به بعثت و ظهور برسه که رشد سیاسی و رشد عمودی و بصیرت داشته باشه. این بصیرت هنوز که هنوزه در بخشای به وجود نیامده. بنابراین ما وقتی که دعا میکنیم به حضور حضرت مهدی دعا میکنیم، ایشان نازنن به ظهور ایشان دعا میکنیم. بله. این ظهور مهمان نیاز به میزبان آمده داره. این میزبان آمدگی در کل کشور هنوز دیده نمیشه. لذا او چیزی که مایه دلگرمی است که در بین بیش از 2 میلیارد مسلمانی که در جهان هست از 7 میلیارد بله. که بخش اعظم از اینا اهل سنت و تشیع هستن، اینا یکی از موارد افغانی که رو از او اتفاقا نظر دارن بحث مهدویت. بله. بحث قیام از این خیلی ما به جلمه. امروز رسانه ها و خیلی از اونایی که میان به اسلام رو میارن و مسلمان میشن و حتی بحث راپیمیر به عنوان یک حرکت توریستی نگاه میکنن، وقتی که وارد این فضا میشن، وارد این فضای معنی میشن، دلباخته میشن و سری گره میخورن با این عزت و سری آشنا میشن با این اهداف، این تحول چکار میشه؟ جدی میشه. اما اون چیزی که این دیر به اتفاق میفته و کند اتفاق میشه اینه که امروز اکثریت رسانه به دست غربی های به دست دشمنان اسلامه و هیچ وقت حاضر نیستن به جای یک برنامه مبتذل یک گوشای از این راپیمه چکار بکنن، یعنی سانسور خبری دارن، یعنی بایکوت خبری دارن. یعنی در همون زمانهایی که امام حسین یا فرزندان امام حسین خارجی معرفی میکردن رسانه های او اصل باید. در زمان بر حال پدر یزید و خود یزید، همون رسانه های یزیدی امروز هم هستن و نمیخوایم این درخشش راپیمه با عظمت چکار بکنن نشون بدن. اما ما تعبیر ما به این خورشیده، نمیشه با دو انگشت اجرای خورشید رو بگیرن. بله. قطعا این حقیقتی که میتابه به خودش چیکار میکنه به بروز ما نشان میده. بله. ممنونم از شما استاد گرامی، برمیگردیم صحبت را ادامه خواهیم داد. بینندگان عزیز، بریم یک بخش دیگر ببینیم، برمیگردیم صحبت های ما ادامه داره و بحث ما به جاهای شیرینی هم رسیده که ادامه خواهد یافت. تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد، بر سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دل بر نمیرسد، راه جابرین همه عمار و میسم است، در راه جابرین همه عمار و میسم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، سالار هر مبارز بی
انتقام سنگ. ای کشته وحوش مقدس نما حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین. نعم الأمير أنت حسين وقدوتي، ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي. يا محيي الكرامة تبكيك كل عام، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين. باز برخیز که در غافل حاضر باشی، در جهان گذرایی که مسافر باشی، وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا. اربعین از دران خوش که جابر باشی، در مسیری که دران یار طلب کرده تو را، شرط اول قدم آن است که ناصر باشی. چه کریم است اگر هر بشوی میبردن، چه کریم است اگر هر بشوی میبردن، تا که هم پای حبیب ابن من ظاهر باشی. کربلای تو همین جاست همین امروز است، کربلای تو همین جاست همین امروز است، عهدون با ولی عصر معاصر باشی. در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا، نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود. جای نشستن است مگر زیر نام تو، بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو. این دست ها که چوب علم را گرفته اند، بیشک چنین گلوی ستم را گرفته اند. بر کشتی نجات خدا ناخدا حسین، رازه به هم تنیدن دلهای ما حسین. حب الحسین یجمعانا شد نشان ما، در خیمه حسین یکی شد زبان ما. محشر کبرا به پا کردن ستان زبه عظیم، بار بر بندید، بار بر بندید، بسم الله الرحمن الرحیم. به روح به دم لبیک یا حسین، به روح به دم لبیک یا حسین.
به ادامه برنامه خوش آمدید عزیزان بیننده. ممنون و متشکرم که برای دیدن استقلال را انتخاب کردید و تسلیت عرض میکنم فر رسیدن ایام اربعین حسینی را خدمت تک تک شما گرامیان بیننده. در خدمت استاد رضازاده هستیم و بحث هایی را هم مطرح کردیم، قرار هست ادامه بدیم این مبحث را. استاد عزیز، یک مقوله‌ای در بین مردم جا افتاده، من حیث همین واژه جا افتاده، جا مانده. بسیاری ها شوق رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام را مخصوصا در اربعین دارند، بسیاری ها شوق دیدار را دارند، شوق تجدید پیمان را دارند و ای که نمیرن گاهن در دلشان یک غمی به وجود میاد. حقیقتا این یک امر طبیعی هم هست، همه دارن میرن، دوستان، رفقا. به این حالت را یک فرد میبینه و میبینه که خودش از این قافله عقب مانده در اینجا، مانده در کشور خودش، نمیتونه بره، دل سرد میشه، یک رقمی غم دلش را میگیره و به نحوی سرخورده میشه به توی دل خودش که چرا من نتانستم در اینجا حضور پیدا بکنم. نسبت به جامانده بگید، آیا قبول دارید که افرادی که الان دلشان حسینی هست میخوان به زیارت برن، شاید موقعیتش پیش نیاد، شاید پاسپورت نداشته باشن، شاید وضعیت مالیشان حتی حکم همون 2000 افغانی که امسال بود را هم نداشته باشه، نتانه حکم بکنه، با چنین حالتی نرفتن اما دلشان پیش امام حسین هست و دوست دارن که در چنین جایی حضور داشته باشن، اینها جاماندن؟ در مقوله های آموزه های دینی که به نظر من خیلی این واژه که به عنوان جامانده باشه قابل قبول نیست. یعنی ما یا کلاس حضوری داریم یا کلاس جبرانی داریم. یعنی هر کس از کلاس حضوری در موقعیت یک مقدار عقب بمونه باید جبران بکنه. ما در آموزه های دینی خیلی از چیزا داریم جمله جبران داره. جبران به هر حال کسی که نمیتونه به حج مستحب بره برای شرکت در نماز جمعه و نماز جمعه حج مساکینه، یعنی بریم مسکین، این جبرانی داره، این کلاس جبرانی شرکت در نماز جمعه. اویس قرنی جزء بسیار کسانی بود که عشق داشت به وجود نازن پیامبر اکرم، به پیامبر اکرم ارادت داشتن. بعد از مدتی آمد که حضرت پیامبر اکرم ببینه ایشون در مدینه نبودن. وقتی که بجون از این پیامبر اکرم مدینه آمدن گفتن من بوی اویس قرنی را استشمام میکنم. این خیلی با عظمت بود، از ایشان از دنیا رفت ولی پیامبر ندید. آمد حضور پیدا بکنه، به حضور علاقه من بود. همه ما در اربعین باید تلاش بکنیم که حضور در کربلا پیدا بکنه، تلاش در حضور. اما بعضی وقتا حضور به معنای زیارت، یعنی الحضور اندل مزور، یعنی کسی که در کنار قبر شیش کوچه قرار بگیره میشه زائر. یک مصداقش نماز، یک مثال زیارت، یک مثال حضوری که ارادت همچنان. اما ما هر کسی به هر دلیل تب و تراش کرده و موفق نشده، پاسپورت نداشته، موفق به اخذ ویزا نشده، مریضی داشته، برای بده یک مأموریت مسئولیت در خود شهر انجام بده، وقتی که دل و وجود و ذهنش با سید شهدا علیه السلام باشه احساس میکنم کربلایی شده. ما وقتی که ایام اربعین میشه بگیم خدایا ما رو کربلایی کن. بعضی وقتا کربلایی شدن در حضور در کربلای بین الحرمینه، بعضی وقتا کربلایی شدن در شهرشه به اساس یک مسئولیت، به اساس یک وظیفه. بنابر اون درون خودش نگاه بکنه، اگه درون عزم هست، اراده است، اما مانع وجود داره و این مانع میتونه مانع شرعی باشه که همون خدای متعال و همون خدای حسینی اجازه داده، قطعا اینا ناراحت نباشن. مخصوصا ما در شهری هستیم، شهر مرزی. بله، این شهر مرزی ایجاب میکنه که ما پاسداشت و پاسدار زائرین باشیم که از قندهار میان، از کابل میان، از اکثریت مناطق افغانستان. وقتی که از مسیر هرات عبور میکنن، بله، ما هم بشیم زائر، ما هم بشیم مثل بعد از شهرهایی که در داخل عراق هسته و شهرهای مرزی، ما بیم این خدمت رسانی به سید شهدا علیه السلام داشته باشیم. میزبانی از زائران امام حسین، این میزبانی از زائران امام حسین علیه السلام در کنار او عشقی که داریم قطعا به مفهوم کربلاییه. خیلی از عزیزان ما سال قبل تا مرز رفتن ولی توفیق پیدا نکردن. بله، امسال خیلی توفیق پیدا میکنن و اصل اینه که کربلایی شدنه. خب از اختار یک بار از کربلایی شدن تا سر مرز میدید امضا میشه پس برگشت میکنید، یک بار است اقدام که دید به هر حال میخواستید پاسپورت نداشتید اینجا امضا شدنه، یک بار پاسپورت داشتید نتونستید ویزا بگیرید اینجا امضا شدنه. اصلا بس او چیزی که آقا خودش مورد توجه قرار بگیره ایشونر و از او چیزی که بری زائرین اینت میکنه به رزن اینت میکنه. قطعا ما در آموزه دینی داریم
که ما اگر در این چنین مرام حسینی حرکت بکنیم و مخصوصا نسبت به زائرینی که در همچو ایام میانه که نیاز به مسکن دارن، نیاز به حمایت دارن، نسبت به برحال پرسنل خدماتی دارم، راهنمایی دارم، تدارکات دارم، قضا دارم، در این بخش احساس میکنم که کمتر از ثواب زیارت امام حسین علیه السلام نباشه. پس ما جامانده نداره ولی جبرانی داره. اینها میشه جبرانی و اینها میتونه عظمت نقش آفرینی داشته باشه. فقط این امسال نشه، ممکنه سال دیگه باشه. این آرزویی که انسان داشته باشه و نیتی که داشته باشه، قطعا نیت المؤمن خیر من عمله. بعضی وقتا اگه توفیق عمل نشه، نیت مؤمن به مراتب از اون زیادتره. خب او کسی هم که دعوت شده، ممکنه ببخشید چی به سال کسی باشه کربلا بره و کربلایی نشه، که غالبا کربلایی میشن. بله، که غالبا کربلایی میشن. ولی افرادی هستن که به هر حال مثل اویس قرنی وجود ایشان آمد مدینه پیامبر ندید، قطعا نبوی بود، محمدی بود. بله. گرچه حضور حضرت به هر حال درک نکرد، اما در مرام پیامبر بود و خیلی مهمه. و ما در شعارهایی که در ایام برنامه محرم داره میگیم یا لیتنا کن نامک فعفوز فوزن عظیما، ای کاش ما در کربلا میبودیم. خب هر کسی که الان آب بده برای کسی که تشنیه، کسی که نیازمنده، برحال به او چیزی که او نیاز داره، حتی خونی که ما میدیم، حتی خونی که ما میدیم به شفاخانه بیمارستان میدیم، افرادی که نیازمنده به خون هستن، این خونی که ما در راستای سید شده برای احیای دیگران انجام میدیم، یا حرکت در مسیر امام حسین علیه السلام، وی حرکت جبرانیه. مفهوم جامانده وجود نداره. بله، با این همه صحبت ها شد، به نظرم بسیار از مسائل اربعین پرداخته شد. این حماسه بزرگ میطلبه که بارها و بارها و بارها راجع به ابعاد متفاوت از این صحبت کرد. همگیری حادثه اربعین خودش یک بحث داره، هدف خودش کامل یک بحث بسیار چند جلسه ای و به مراتب علمی لازم داره. در کنار از جنب و جوش که الان وجود داره و تک تک افرادی که دارن میرن به سمت زیارت امام حسین علیه السلام، هر کدامشان از این 30 میلیون هر فرد یک داستانی داره نسبت به اربعین و باید به او پرداخته بشه. هر چند سخت هست ولی حداقل تا جایی که در توان باشه میشه بهش پرداخت. من حیث که بزرگواری که نرفتید امسال به سمت کربلا، پیام شما به عزیزانی که الان بیننده برنامه ما هستن، شاید بسیاری هایشان در خانه هایشان باشن، در هرات حداقل بیننده باشن، حالا که شاید عده‌ای از عزیزان هم از فضای مجازی ببینن به کربلا باشن، اما عزیزانی که نرفتن و هستن در اینجا، اگر توصیه‌ای هست، پیامی هست از شما بشنوند. بله، عرض شد که ما همینطوری گفتیم به شهر باستان ایراد به عنوان یک شهر عبوری به مرزی هست، هر کس برای زائرین میتونه حضور داشته باشه، خدمات خوب میتونه انجام بده، قطعا میتونه برحال بهرمند بشه از اهداف سید شهدا علیه السلام. یکم ما در ایام اربعین مراسم خوبی در خود هرات داریم، تجمعات بزرگی داریم هر سال مخصوص به اربعین. بله، کم زیارت اربعین خوانده میشه و هم سخنرانی متعدد صورت میگیره. حضور مردم در محافل سید شهدا در روز اربعین و همچنین در خدمت زوار اربعین علیه السلام که از شهرهای دیگه میان و از اینجا میخوان عبور بکنن، بهترین پیامیه که اینها میتونن دل خورم تسلاح بدن به این حرکت ارزشی. و قطعا وجود ناظرین سید الشهدا و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و همه شهدای کربلا به اینها توجه دارن. خوندن زیارت اربعین، توجه به مفاهیم زیارت اربعین، به او درکت نماز، شرکت در مراسم شب اربعین، روز اربعین، در هر کجایم که اگر نمادی هست از این مسجد تا مسجد به صورت راهپیمایی صورت گیری، اینا هم نشانه از وظایفی که او کسی که امسال توفیق حضور پیدا نکرده، بهترین موقعیتی که از این موقعیت های نهایت استفاده ان شاء الله ببره. بله، خیلی ممنونم از شما مجد الاسلام و المسلمین استاد رضازاده که در برنامه بودید. لذت بردیم از همکلامی با شما. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه ما بودید. این بود ویژه برنامه ای که تقدیم حضورتان شد. قطعا برنامه های ما ادامه خواهد داشت، دو برنامه دیگر هم هست. در این شب و روز ها امیدوارم که بیننده ما باشید. تا ایدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.